پاکستان اعلام کرده که در توافق با افغانستان اجازه رفت آمد آزاد موترهای باربری برای انتقال کالاها به دو طرف داده شده. عبدالرزاق داوود، مشاور نخست وزیر پاکستان در امور بازرگانی و سرمایه گذاری، در توییت نگاشته که توسعه تاریخی در جبهه اتصال منطقه‌ای به میان آمده. بر اساس این توافق، افغانستان و پاکستان از 21 مارچ با دادن اسناد موقت به موترهای باربری که معامله‌های تجارتی بین دو کشور را حمل می‌کنند، اجازه رفت آمد آزاد را می دهند. آقای داوود گفته که بازرگانان افغانستان می توانند اجازه نامه تردد آزاد را از سفارت افغانستان در کابل و کنسولگری این کشور در قندهار دریافت کنند. در این مورد هم گزارش از سهیلا یوسفی. قرار است اسلام آباد و کابل از 21 ماه روان میلادی بر اساس اسناد پذیرش موقت بلاری های یکدیگر که محموله های تجاری بین دو کشور را حمل می کنند به گونه آزادانه اجازه تردد بدهند. عبدالرزاق داوود، مشاور نخست وزیر پاکستان در امور تجاری و توسعه اقتصادی، در توییت نوشته که بالاخره انجامش دادیم. مایلم به اشتراک بگذاریم که پاکستان و افغانستان به تردد آزاد لاری های یک دیگر بین دو کشور اجازه دادند. اسناد عبور و مرور را تاجران افغان می توانند از سفارت پاکستان در کابل و کنسلگری کندهار دریافت کنند. این یک تحول تاریخی است و در تقویت ارتباط و روابط تاجری ما با افغانستان، آسیای مرکزی و فراتر از آن اثرگذار است. داد و ستد تجارتی بر بنیاد پول رایج دو کشور از پیشرفت های دیگر این توافقنامه گفته می شود. یعنی اینکه تاجران دو کشور در داخل افغانستان از ارز افغانی و همین گونه در پاکستان هم از روپیه پاکستانی برای داد و ستد تجاریشان استفاده کنند. افغانستان نیاز داره به خاطر ترانزیتی خود با تجارت، تجارت خود و پذیرش به تجارت و ترانزیت منطقوی و بین المللی. لحاظ این یک اقدام نیک است. اگر این کار در عمل پیاده شود، این کار نیک است و به نفع اقتصاد منطقه و افغانستان است. کاهش مالیات بر میوه های تازه و خشک، سبزیجات و محصولات دیگر افغانستان از مهمترین بندهای این توافقنامه دانسته می شود. پاکستان و افغانستان پاک آمد پیت سال یکی خندیت نلری و داست آمد سره ده. زکر بوی خپلی گرد افغانستان پا وانی که لطایی. نو بنا کچیر دیمون پا تجارتی سر و سوداگری که پا میوه چو میوه منده مالیه کمیگی دی که همده پاکستان داست موخی و دفتی سی غواری داغ میوه تنها یوازې پاکستان ته لاړې سودا انحصاري کې هلته بیا دوی روسره انحصاره په نورو هیوادو باندې په لوړه بیه باندې وپلوري. بر بنیاد اطلاعات صادرات پاکستان به افغانستان از 517.24 میلیون دلار در نیمه اول سال مالی 2021 به 328.25 میلیون دلار در ماه جولای تا دسامبر سال مالی جاری کاهش یافته است. این تفاهم نامه را که انجام دادن به خاطر ترس پس لرزه های آینده های اقتصاد کشور است که ما فکر میکنیم در این رابطه و در این صورت دو طرف سود خواهد برد، به خاطر که ما روابط تجارتی بسیار طولانی داریم و همزمان خط بین ما و شما خط خوشکس که بسیار ساده میتونه از یک کشور به کشور دیگه کالاها انتقال بیابه. اسپن بولدگ قندهار و گذرگاه ترخم یکی از مسیرهای اصلی تجاری میان افغانستان و پاکستان است که فعالیت اقتصادی بزرگ بین دو کشور را فراهم می کند.